دوستان گرامی سلام میکنم خدمت شما ایزان و امیدوارم که سلام های گرم من رو در نام مقدس و پر جلال خداوند ما ایسای مسیح بپذیرید خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم تا این دهمین ده درس از سلسله درس همون پیرامون کار و خدمت روح القدس رو خدمت شما ایزان تقدیم بکنم ما راجع به مطالب مختلفی در این جلسات گذشته اندیشه کردیم و امروز میخوام راجب ورود روح القدس و آمدن روح القدس به این جهان به شکلی که اکنون وجود داره تفکر بکنیم اجازه بدین که دعا بکنیم و صحبت رو پی خواهیم گرفت در آسمانی به نام عیسی مسیح به حضور تو آمدیم دعا میکنیم که ما رو قوت عنایت بکنی و کمک اون بکنی که راجع به کلام تو و راجع به روح القدس به درستی اندیشه بکنیم این رو میخواییم به لیاقت نام عیسی مسیح خداوند به قوت روح القدس رو برای جلال تو ای پدر آمین ببینید عزیزان وقتی که میگیم ورود روح القدس باز این صحبت رو ما باید مراقب باشیم که درست بگیم و درست درک بشه که اینجوری نیستش که از ابتدای خلقت تا حالا رول قدس وجود نداشته یا مرخصی رفته بوده یا هرچی و حالا رول قدس خلق شده به وجود اومده یا اومده در میان ما نه رول قدس از همون لحظه اول جز یکی از شخصای تسلیسه جز اقانیم تسلیسه از اول بوده ولی به صورت آشکار و همگیر و فراگیر به این شکلی که ما امروز مشاهده می کنیم بعد از روز پنتیکاست رول قدس به این شکل علنی فعالیت کرد ما چند تا ویژگی رو باید مورد مطالعه قرار بدیم اه اولا رول قدس ورودش منوط و مربوط بود به جلال ایسای مسیح ایسای مسیح میگه اگر من نروم او نمیآید و این رو ما در انجیل یوحنا فصل 16 آیه هفت میخونیم میگه که من باید برم تا روح القدس بیاد و از خیلی نظرا روح القدس آمدنش به آمدن مسیح شباهت داره مثلا آمدن مسیح ماشیه موعود به این جهان بسیار با سر و صدا و مهم و با یک واقعی مهم همراه بود با هاشی بسیار قابل توجه همراه بود پر تمتراغ بود وقتی مسیح آمد ستارهی درخشید و از مشرق مجوسیان آمدند شبانان به وسیله فرشته ها خبر را شنیدند و آمدند و غیره و اون کسایی که باید میشنیدند که ماشیه موعود آمده اونا دانستند و دیدند و این واقعه رو مشاهده کردند روح القدس هم با یک ورود خیلی پر سر صدایی به این صحنه تاریخ وارد شد روح القدس تا قبل از اون یک چهره بسیار ساکت و حتی میشه گفت خجالتی از خودش داشت و ورودش رو و خروجش رو از سرنای ماجرا کسی متوجه نمیشد به این راحتی ها ولی زمانی که رو خدا خواست که در این دنیا به طرز عجیب و جدید کار بکنه ما میبینیم که با زبانهای آتش و باد و طوفان و با سر و صدا روح القدس اومد نکته دیگه این که ورود مسیح رو اعلان کرد و میبینیم که یحیی صدای ندا کننده در بیابان شد که راه خداوند رو مهیا کنید و یحیا با اون ظاهر عجیب و اون سخنان قویش راه رو برای مسیح مهیا کرد و اینجا میبینیم که مسیح با مرگ و رستاخیزش با تعالیمش با زندگیش راه رو برای روح القدس آماده میکنه و اگر یحیا پیش و چاوش مسیح بود مسیح پیش و چاوش و ندا کننده روح القدس بود و این ویژگی و این شباهت رو ضرر نداره که ما بهش نگاه بکنیم حالا اگر ورود روح القدس این گونه با مسیح با ورود مسیح شباهت داره و مهمه معناش چیه به چه دلیلی به چه معنی هستش و این اهمیت رو ما وقتی که معنای ورود روح القدس رو بیشتر باش آشنا میشیم بهتر درک میکنیم اهمیت ورود روح القدس رو ببینید چند تا دلیل داره از کلام خدا ما میتونیم یاد بگیریم که چرا روح القدس آمد به این شکل ورود کرد یکی اجرا یا تحقق های خدا خداوند بارها در عهد عتیق وعده داده بود که روح خودش رو میفرسته اجازه بدید که من چند تا از این نمونه ها رو خدمتون بگم عرض میکنم بارها گفته بود و من یه چند تا رو فقط میگم محض اشاره و این لیست اصلا تمام موردها رو من نمیگم فقط چند تاشو میگم امثال سلیمان فصل یک آیه 23 درباره حکمت داره صحبت میکنه و میگه به سبب اتاب من بازگشت نمایید وقتی من دعواتون میکنم به خاطری که دعواتون میکنم نهی بهتون میدم شما بازگشت کنید و اینک روح خود را بر شما افاظه خواهم نمود و کلمات خود را بر شما اعلام خواهم کرد پس زمانی که شما کار بد میکنید و خدا شما رو تنبیه میکنه توبیخ میکنه به این خاطر نیست که میخواد شما رو اذیت بکنه بلکه میخواد شما برگردین بعضی افراد هستن که تنبیه میکنن فقط به این خاطری ای که به طرف درد بدن عذاب بدن ولی خدا اینگونه تنبیه نمیکنه، خدا اگر اتاب میکنه، خدا اگر که ناراحت میشه از کار ما به این خاطر هست که ما به طرف او بازگشت بکنیم و اون فاصله ای که به خاطر گناه بوده کم بشه اشعیای نبی فصل سی ارشد آیه 15 به ما این صحبت رو میکنه میگه که تا زمانی که روح از اعلی بر ما ریخته شود و بیابان به بوستان مبدل گردد و بوستان به جنگل محسوب شود آنگاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شد عدالت در بوستان مقیم خواهد گردید و عمل عدالت سلامتی و نتیجه عدالت آرامی و اطمینان خواهد بود تا عبد در داره درباره اون پادشاه عیسی مسیح راجب اون پادشاه موعود صحبت میکنه که ایشون میاد و کاری که میکنه اینه که روح رو به مردم میده روح رو از الیین از بلندترین مکان از طرف خدا به ما میده و عدالت میاد و این عدالت پاکی باعث آرامش و اطمینان خواهد بود ما در یوئیل یک قسمت دیگه رو مشاهده می کنیم اجازه بدید من این یوئیل رو پیدا بکنم اول تا بعدا اون قسمت رو مشاهده بکنیم با هم دیگه این انبیای خورد چون یه دو صفحه بیشتر نیستن لای این کتاب مقدس اه، خوب میتونن گم بشن و یوئیل نبی اه، فصل اه دو آیه 28 اون آیه خیلی معروفیه میگه بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پیران شما و جوانان شما رویاها خواهند دید و آخر و روح القدس و اون ورودش به صحنه تاریخ علتش این است که خدا وعده کرده بود و این تحقق وعده های خدا بود و اون قول خداوند اینجا عملی شد با ورود رول و دیگه نه تنها در عهد عتیق شده بود حتی در عهد جدید آخرین نبی که مطابق اون سیستم انبیاء عهد عتیق نبوت میکرد و رفتار میکرد یعنی یحیای تعمید دهنده این صحبت رو میکنه و وعده میده و زمانی که درباره عیسی داره صحبت میکنه یحیی در انجیل لوقا فصل 3 آیه 15 و 16 میخوانیم که میگه چه میگه که او که قرار بیاد شما رو به آتش و به روح القدس تعمیر خواهد داد 3 15 و 16 میگه که من شما رو به آب تعمید میدهم ولی که شخصی تواناتر از من میآید که لیاقت آن ندارم که بند نعله این او را باز کنم او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد دلیل سومی که ما میتونیم ببینیم از کلام که چرا خداوند روح القدس اینجوری ورود کرد دلیل اول گفتیم به خاطر خدا قول داده بود دلیل دوم اینکه نبوت انبیا یحیا نبوت کرده و پیش از عیسی و دلیل سوم اینه که مسیح خودش وعده اونو داده بود و لوقا فصل 24 آیه 49 ما مشاهده میکنیم مسیح قبل از صعودش به آسمان قبل از جلال یافتن بعد از رستاخیز میگه که اینک آیه 49 من موعود پدر را بر شما میفرستم پس شما در شهر اورشلیم بمانید تا وقتی که به قوت از اعلا آراسته شوید پس عیسی قول داده که به شاگردان میگه بمانید تا اون موعود پدر رو دریافت بکنید مسیح وعده شده بود یوحنا فصل 7 آیه 37 و و، 839 تا راجع به این صحبت میکنه و من اجازه بدید که بهتون بگم که این قسمت رو ما بعدا دوباره راجبش به دقت تفکر خواهیم کرد و اون خیلی این قسمتی که میخوام بخونم خیلی خیلی ریشه داره در عهد عتیق ولی حالا فقط اینو بگم که آیه 37 میگه در روز آخر که روز بزرگ عید بود عیسی ایستاده ندا کرد و گفت هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد کسی که به من ایمان آورد چنان که کتاب میگوید از بطن او نهرای آب به زنده جاری خواهد گشت اما این را گفت درباره روح که هر که به او ایمان آورد او را خواهد یافت زیرا که روح القدس هنوز عطا نشده بود چون که ایسا تا به حال جلال نیافته بود ایسا درباره روح این وعده رو میده که روح خدا رو من به شما میدم و بعد از اینکه من جلال پیدا بکنم روح خدا رو به شما میدم هر که به ایسا ایمان بیاره روح خدا رو دریافت میکنه و در کتاب اعمال رسولان فصل یک آیه 5 تا دوباره باز به یک شکل دیگه عیسی این رو میگه ببینید نه تنها قول خداوند در عهد عتیق بود نه تنها اجرای تحقق وعده های خدا بود نه تنها یحیی نبوت کرد رو مسیح خیلی بر آمدن روح القدس بر شاگردان پافشاری و تاکید میکنه و این امید رو به شاگردان داره میده در فصل یک اعمال آیه پنج تا هشت رو میخوام خدمتون قرائت بکنم زیرا که یحیی به آب تعمید میداد بلکه لیکن شما خیلی از میخوام لیکن شما بعد از اندک ایامی به روح القدس تعمید خواهید یافت پس آنانی که جمع بودن از او سوال نموده گفتن خداوند آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل برقرار خواهید داشت به دیشان گفت از شما نیست که ها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید شاگردان فکر میکردن که نزور روح القدس مساویس با اون ملکوت خدا که بیاد و فکر میکردن که حالاست که روح القدس بیاد و تمام اون سیستم پادشاهی رومیا رو نابود بکنه و اسرائیل بشه اون مملکتی که خدا میخواد و پادشاهیش رو بذاره و همه چیز دیگه خوب بشه و اون آرزوهاشون عملی بشه و عیسی میگه نه نه به شما مربوط نیست که این چیزا رو بدونید لیکن ولی بدونید آیه هشت چون روح القدس بر شما میآید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودی و سامره و تا اقصای جهان اون کار من رو در تمام دنیا شما انجام خواهید داد و در یوحنا فصل 14 میبینیم که عیسی میگه که اگر زمانی که من برم پهلوی پدر روح القدس رو به شما خواهم داد و این رو ما بارها در این درسها مطالعه کردیم فصل 14 آیه 16 میگه که آه من وقتی که بلند میشم و پلوی پدر میرم به شما روح القدس رو خواهم داد آیه 16 اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید و من از پدر سوال میکنم و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند و الی آخر حالا صحبتی که اینجا کرده میشه اینه که عیسی به این شکل تحقق صحبتاش رو ما میبینیم روح القدس وقتی که وارد میشه تحقق حقیقت میکنه تحقق میبخشه عملی میکنه اون صحبت که عیسی مسیح فرموده بود و این تحقق وعده خیلی مهمه عیسی مسیح میگه شما رول قدس رو, رو خواهید یافت و شما شاهدان من خواهید بود از اورشلیم و تا اقصای نقاط جهان درک این قضیه مستلزم اینه که ما جهان شناسی هستی شناسی رو کم باش آشنا بشیم ببینید خواهش میکنم در ذهنتون یه چند تا دایره متحد مرکز رو در نظر بگیرید یه دایره بزرگ بعد کوچکتر بعد کوچکتر 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 تا میاد به اون نقطه میرسه یهود معتقد بود که جهان مقدسه چرا مقدسه چون خدا ساخته جهان خوبه یهودیا دینشون خیلی دینه، جهانی بود تفکرشون اینجوری نبود که این ساخت پرداخته یونانیا و عرفان یونانی و اینا هستش که مثلا جسم بده و روح خوبه و دنیا بده و من باید روحانی بشم و این حرفا که در کلیسا هم اومده این تفکر یهود نیست یهود میگه دنیا خوبه دنیا رو خدا ساخته خیلی هم خوبه حالا تو این دنیای خوب زمین مقدسه چرا؟ چون خدا آسمان رو ساخته ولی زمین پایانداز خداست پس تمام این زمین خوبه این زمین جای خوبیه ولی یک دایره دیگه کوچکتر اسرائیل مقدسه اونجا مکانیه که خدا قومش رو هدایت کرده اون عرض معوده اسرائیل خوبه ولی اورشلیم کوه مقدس خدا اونجا مقدسه و کوه مقدس خدا خیلی خوبه ولی هیکل اون معبد اون خوبه اون مقدسه یک دایره کوچکتر اون قدس خیلی خوبه ولی قدس الاقداس اون مقدسترین اون مرکز اون دایره جایی که قانون خدا درش هست ده فرمان اون تابوت عهد هستش جایی که حضور مطلق خدا به طرزی عجیبتر احساس میشه خدا همینجا حضور مطلق داره چه پشت پرده چه بیرون پرده اینجوری نیستش که اونجا فقط خدا وجود داره و پشت پرده خدا وجود نداره نه خدا همه جا هست ولی حضور مطلق خدا به طرز بی ای به طرز عجیب و خارق ای در اون پشت اون پرده حس میشه و برای همینه که کاهن باید برای گناهان خودش قربانی بگذرونه تا بتونه پشت پرده بره و کاهن به خودش زنگوله آویزان میکرد و یه طنابی هم به پاش میبست که حالا راجب اون زنگوله هم صحبت خواهیم کرد که خیلی نکته مهمیه و جلسه آینده راجب به زنگول صحبت کنیم <applause> ولی می پاشیم بس که اگر که رفت و گناهان او بخشیده نشده باشه و یه گناهان مخفی داشته که اعتراف نکرده و غیره و خدا حضور و مطلق خدا او رو کشت کسی جرأت نداره که بره پشت پرده اونا از اون تناب استفاده میکردن که این جسد فقط بکشن بیرون و حالا عیسی میگه چی؟ میگه که اون دوایر های متحد مرکز در نظر بگیرید میگه که روح خدا رو بر شما میریزم و شما از اورشلیم شروع میکنید میرید یهودیه میرید سامره و اقصای دنیا اون روند اون دایره ها رو برعکس میکنید تمام جهان رو شما به خاطر حضور خودتون مقدس میکنید اجازه بدید من یه صحبتی رو بکنم و اصلا قصد بالیدن به خودم رو ندارم و این صحبتی نیستش که من خیلی آدم مهمی هم یه کار مهمی رو کردم میخوام به تو یه درسی رو بدم و یک حقیقتی رو بگم که شما هم این برکت رو دارید همون گونهی که من گرفتم این برکت به شما هم هست و میخوام فقط بهتون کمک بکنم که باور بکنید اون برکت خداوندی که به شما داده شده سالها پیش بود که من و همسرم اینو مشاهده کردیم که هر وقت هر جا می‌رفتیم یه مغازه مثلا میرفتیم که یه چیزی بخریم خلوت پرنده پر نمیزد طرف داشت مگس می‌پروند تا ما می‌رفتیم یه شلوغ می‌شد و بعد فرداش هم همینطور پس هم همینطور چند بار هی اتفاق افتاد و یه روزی من و رو زنم نگاه همدیگه کردیم گفتیم جریان چیه هر جا که ما میریم مثل که خیلی کاسبی طرف خوب میشه حالا از اون پوله که یه کمیسیونی به ما میداد یه پورسانتی به ما میداد بعض ما هم خوب میشد ولی خب اونا به ما هیچی نمیدادن فقط بعض اون خوب میشد و فروش اون میرفت بالا و این قضیه ما رو به فکر فرو برد و تنها توضیحی که ما تونستیم بدیم اینه که حضور خدا حضور محبت آمیز و برکت دهنده خدای قادر مطلق با ما که فرزندانش هستیم همون حضور که با شما هم هست باعث میشه که ما با خودمون برکت ببریم این بر و, بر. و این نیستش که من قدمم خوبه این خرافات بعضیا معتقدن طرف قدمش خوبه طرف دستش خوبه این نیست مسئله اینه که خدایی که با فرزندانش سفر میکنه هر جا که اونا پا بذارند خوب میشه هر جا که راه برن اونجا برکت پیدا میکنه و این نقشه خدا هستش و مسیح میگه که شما شاهدان من خواهید بود از اورشلیم یهودیه سامره تا اقصای جهان هر جا که برید چون روح خدا رو در خودتون دارید اون برکت و اون عدالت و اون سلامتی و اون آرامی و اون قدوسیت و همراه خودتون میبرید شما میشید مواد پاک کننده شما میشید به صلاح ابزار برکت و جلال به نام خدا باد این به خاطر این نیستش که من آدم خوبی هستم یا قدمم خوبه یا دستم سبکه یا چه میدونم پام خیلی خوبه یا هر چی نه به خاطر وجود خدا هستش و این تحقق کار خدا هستش خدا برنامهش اینه که از طریق ما از طریق کلیسا جهان را برکت بده و این رو ما در افوسیان این رو میخوانیم اجازه بدید که این قسمت افوسسیان فصل سه رو خدمتتون بخونم و به یاد بیاریم چه موهبتی چه منتی خدا بر ما گذاشته و چه مسئولیتی رو به ما داده و چه واقعا باعث شکر و شادی است که خداوند یه همچین کاری رو برای ما داره میکنه و به وسیله ما داره انجام میده میگه که در فصل سه آیه هشت میگه که آیه هفت میگه میگه خادم کلیسا شدم به حسب عطای فیض و خدا که بر حسب عمل قوت او به من داده شده فیض و خدا داده شده که من بتونم کلیسا رو خدمت بکنم و یعنی به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم هم این فیض به من عطا شد تا که در میان امتها به دولت بیقیاس مسیح بشارت دهم و همه را روشن سازم که چیز انتظام آن سری که از بنای عالم ها مستور بود در خدایی که همه چیز را به وسیله عیسی مسیح آفرید و اون راز خدا رو را بر ما مکشوف شده و ما میتونیم به دیگران بگیم که خدا نقشه عظیمی داره تا این خیلی مهمه توجه کنید به این آیه تا آیه ده تا آنکه الحال بر ارباب و ریاست ها و قدرت ها در جاهای آسمانی حکمت گوناگون خدا به وسیله کلیسا معلوم شود همین کلیسای شما و تمام مسائلش که کشیشتون شما دوست ندارید رنگ کراواتش نمیپسندید از اون خواهری که بغل دستون میشینه زیاد خوشحال نیستید پیانیست کلیسا بعضی نوتا رو ممکن اشتباه بزنه همین کلیسای شما و تمام نقطه ضعفاش و تمام قوتاش به وسیله روح خدا وظیفه ای که داره که بر این جهان و نه تنها این جهان بلکه بر عالم اون جهان ارباب و ریاست نادیدنی حکمت خدا رو آشکار میکنه و ما خیلی عالیه موهبت بزرگی نصیب مو شده که در این تئاتر بزرگ در این ارکستر سمفونی بزرگ خدا بنوازیم و جلال به نام خدا باشه از روح خدا ما دریافت کردیم که برکت خدا را به جهان برسونیم. راجع به اون چه که شنیدید عزیزان تفکر کنید فیض مسیح با شما باشد آمین